سلام همگی، من سینارو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو آپدیتی جدید از بازی فورتنایت که بعد از مدت و هفته ها یه دونه آپدیت جدید رو از فورتنایت دریافت کردیم که آپدیت 14.20 هستش و خیلی از چیزها رو فورتنایت باهاش به داخل بازی اضافه کرده. وولورین قراره در داخل بازی به زودی دیده بشه و قدرت خاص خودشو داره. در این ویدیو به صورت کامل قسمت های مختلف جدیدی که در مورد وولورین اضافه شده برای شما بررسی میکنم. غیر از این فورتنایت تغییرات مختلفی هم در داخل مپ داده، با اینکه خیلی ها شاید متوجه نشن، و از همه اینا مهمتر تولد فورتنایت رو داریم که جوایزش رو فورتنایت به داخل بازی اضافه کرده. اونم به صورت کامل برای شما بررسی میکنم و آیرون من داره هدفهای خودش رو به پیش میبره و اینا رو به همراه خیلی از موضوعات دیگه برای شما بررسی میکنم. بعد از مدت آیرون گنگ یک آپدیت جدید دریافت کردیم، آپدیت خیلی خوب و بزرگی هستش. بیایم ببینیم توی لایک ها چیکار میکنیم و همتون یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و تازه به کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموش نکنید که بزنید و جز وایرو گنگ بشید. و بدون هیچ معطلی دیگه بریم ببینیم با آپدیت جدید فورتنایت چه چیزای بزرگی رو به داخل بازی اضافه کرده. خب طبق عادت همیشگیمون موضوع اولو با ایمیلی که فورتنایت به محتوا سازهای خودش میفرسته شروع میکنم که میتونید روی صفحه ببینید. گفته سلام سینا، با اومدن آپدیت 14.20 ما چیزای مختلفی رو اضافه کردیم که میتونی ببینی. قرار یک باس جدید بیاد به نام وولورین که قراره در ویپینگ وودز ما با این قدرت ایکس وولورین روبرو بشیم. نوشته اون شکست نمیخوره بدون هیچ جنگ، جنگی که نشون میده قرار جنگ سختی هم باش باشه. دلیل اومدنش در ویپینگ وودز اینه که فکر کنم توی فیلمش و کلا داستانای مارول و کامیک بوکش بیشتر توی جاهایی که جنگل هستش وولورین هستش. و یکی از دلایل دیگه اینه که فورتنایت اینو در ویپینگ وودز اضافه کرده به خاطر اینکه زیاد بازیکن‌ها ویپینگ وودز لند نمیکنن. برسیم به پیام بعدی که فورتنایت داده، نوشته تیک اوور ال تی ام که مثل یه جورایی همون گیم مود قبلی مارول هستش که شما باید توی بازی با قدرت‌های مختلف بجنگید و این دفعه باید امتیاز دست بیارید با گرفتن جاهای مختلف، مثلا جایی به نام A یا B که مثل بازی مثلا کال آف دیوتی یا بتلفیلد یک جای مخصوص رو باید بیشتر از بازیکنهای دیگه نگه دارید تا امتیاز خیلی بیشتری رو بگیرید. بعد نوشته که BTS رو در پارتی رویال داریم که قراره یک ویدیو مخصوص موزیک ویدیو دینامیت خودشون رو اونجا اجرا کنن که بهتون گفتم شنبه ساعت 3:30 صبح. بعد تولد فورتنایت رو داریم که در ادامه ویدیو کلا در موردش من برای شما صحبت میکنم که خود فورتنایت گفته جوایز رایگان، چالنجای مختلف و XP رایگان شما میتونید به دست بیارید. و لاما راما رو داریم که در 26 سپتامبر خواهد بود و شما میتونید جوایز رایگان راکت لیگ رو در داخل بازی به دست بیارید که جوایز رایگان هم در ادامه ویدیو به شما نشون میدم. و اگر دقت کرده باشید بین این چیزهایی که برای شما خوندم کلمه‌های قرمزی به نمایش در اومده، اینا بی‌معنی نیستن و فورتنایت یک منظوری داشته که اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم به نام دیواکر میشه. و دیواکر فکر کنم اسمش برای بچه‌هایی که با شخصیت‌های مارول آشنا هستن میدونن که چیه. یک شخصیتی هستش که یک طرفش انسان، یک طرفش خوناشام هستش. و یکی از شخصیت‌های مشهوری که من در موردش صحبت کرده بودم بلید هستش. فورتنایت داره به اون اشاره میکنه. در ادامه ویدیو اطلاعات کاملش رو مثل همیشه برای شما پوشش میدم. خب حالا از این موضوع پیام بازی فورتنایت بگذاریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به تغییرات مپی که امروز در داخل بازی صورت گرفته. و به نظر میاد در نگاه اول که میتونید روی صفحه مپو ببینید هیچ جای تغییر نکرده، ولی فورتنایت اومده به صورت خیلی مخفی و ناشناس یک جای جدیدی رو در نزدیکی هالی هجز اضافه کرده که میتونید روی صفحه جاشو ببینید در روی مپ که چه شکلی هستش. و اسم این جای جدید سوپر استور هستش، یک جایی که هنوز ساخته نشده و در دست ساخته و معلوم نیست که قراره چی بشه. که بریم با هم کلیپشو در داخل بازی ببینیم و برگردیم. مثل اینکه فورتنایت در آپدیت های هفته های آینده یا مثلا شاید هم فصل بعد یک اهدافی رو از این اضافه کردن جای جدید داره. حالا ما نمیدونیم که چی هستش. بهتون بگم که این فقط تنها تغییر داخل بازیمون نیست، جای دیگه ای هم در داخل بازی تغییر کرده که مربوط میشه به همون جایی که مربوط به تاسک اینداستریز و اون زندانی که توسط کامیون داشت حمل میشد که میتونید روی صفحه ببینید درشو شکونده یک شخصیت. بهتون گفته بودم که یک نفر در داخل این زندانه زندانی هستش و این کامیونه داشته با خودش هم
حمل میکرده، ولی مثل اینکه الان اومده بیرون و خیلی هم بد اومده بیرون و زده درو چکونده، که الان خیلیا میگن ممکنه همین وولورین باشه، بعضیا میگن که ممکنه ونوم باشه، چون تاس اینداستریز دنبال قدرت ونوم هم هستش در داستانهای مارول و کامیک، پس ممکنه اونم باشه. شما چه نظری دارید؟ آیا همین وولورین هستش یا ونوم که از این زندان اومده بیرون؟ خب حالا از این بخش تغییرات مختلفمون در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که بهتون گفتم قراردادی رو ما با راکت لیگ داریم و شما میتونید جوایز رایگان رو با بازی کردن راکت لیگ که قراره در تمام پلتفرم‌ها رایگان بشه به دست بیارید. لیکرها تونستن جوایز رو در داخل بازی نشون بدن که جوایز به نظر من خیلی جالبی هستش، از کانتریال، از اسپری، از میوزیک پک، از بک بلینگ هایی که میتونید روی صفحه ببینید که بک بلینگ های واقعا قشنگی هستن و فورتنایت اینو به صورت رایگان قراره به بازیکنایی که راکت لیگ رو بازی کنن و چند تا چالش در داخلش انجام بدن به دست بیارن. بریم با هم کانتریالش رو در داخل بازی ببینیم. غیر از این قرار ما چیزهای مختلف فورتنایت هم در راکت لیگ ببینیم که من بهتون گفته بودم قراره چیزهای مختلف هم از فورتنایت به راکت لیگ اضافه بشه، که بریم با هم کلیپش رو ببینیم و برگردیم. حالا برای بچه‌هایی که می‌پرسن روش گرفتن این جوایز مختلف چجوریه، بگم که تا زمانی که نیاد ما متوجه نمی‌شیم، ولی زمانی که اومد به صورت کامل برای شما آموزش میدم و اصلاً نگرانش نباشید. حالا که در بخش آیتم‌های مختلفی هستیم که فورتنایت قراره به داخل بازی اضافه کنه و به صورت رایگان هستش، برسیم به اسکین‌هایی که امروز به داخل بازی اضافه شدن و خیلی به نظر من اسکین‌های جالبی هستن و حالت‌های مختلف اسکین‌هایی که شما داشتید یا اینکه در آیتم شاپ دوباره قراره بیانم به داخل بازی اضافه شده که واقعاً قشنگ هستن. می‌تونید ببینید ونتوریانی که پلیش هم من دارم انجام میدم حالت قرمزش هستش، ونتورا ابسترکت هم حالت جدیدش به داخل بازی اضافه شده که اگر این اسکین ها رو داشته باشید به صورت رایگان حالت قرمزش رو به دست میارید و فورتنایت اسکین های دیگه ای هم به داخل بازی با این آپدیت اضافه کرده به همراه دنس های BTS که با فایل های جدید به داخل بازی اضافه شدن، که بریم همه رو با هم ببینیم و برگردیم. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. این دوتا دنس BTS به صورت جدا فروخته میشن و به صورت باندل هم فروخته میشن برای بچه‌هایی که میخوان بدونن، یعنی باندل یکم ارزونتر میشه و دوتا رو اگر میخواین دو جدا هم بخرید میتونید جدا بخرید. خب حالا از این بخش اسکین‌های جدیدمون و دنس‌های BTS مون بگذریم، برسیم به بخش بعدیمون که مثل اینکه ما داریم به هر آرزویی که داشتیم برای این فصل میرسیم و من یه چیزی که میخواستم این بود که وولورین حالت یه جورای شبیه فیلم خودش هم دریافت کنه و حالت آدم بودن خودش رو دریافت کنه. میتونید روی صفحه ببینید در توییتر نوشتم که حالتی که خواستم بیاد اومد و استایل لوگن وولورین به داخل بازی اضافه شده. روی صفحه ببینید حالت یه جورای فیلمشو، حالت شخصیت واقعیشه که بدون ماسک، اینجور چیزایی. من خیلی دوست داشتم این به داخل بازی اضافه بشه و اضافه شد و به صورت رایگان هم خواهد بود، یعنی شما اگر اسکین وولورین رو گرفتید اینم میتونید به صورت رایگان به دست بیارید. حالا با نمیدونم انجام دادن چالش قرار باشه یا اینکه فورتنایت قرار همینجوری اینو برای ما فعال کنه. فردا فکر کنم شما میتونید با انجام دادن چالش های هفته جدیدمون اینو به دست بیارید، که من فردا ویدیو چالش برای شما قرار میدم. که بریم در داخل بازی کلن این اسکین رو ببینیم و برگردیم.
شما این حالت رو دوست دارید که فورتنایت به داخل بازی اضافه کرده یا نه؟ حتما توی کامنت ها بگید. خب حالا از این موضوع وولورین و حالت لوگان جدیدش بگذاریم، برسیم به موضوعی که یکی از موضوعات مهممون در داخل این ویدیو هستش که مربوط به تولد 3 سالگی بازی فورتنایت. بعد از مدت ها صبر کردن آخر موضوعات مختلف تولدمون هم به دست آوردیم که میتونید روی صفحه ببینید حرف منو در توییتر. چالش های رسمی تولد فورتنایت همراه با جوایز که میتونید ببینید، یه دونه رپ داره، یه دونه میوزیک پک داره، یه دونه اسپری داره، یه دونه ایموت داره، یه دونه دوباره اسپری داره، یعنی دو تا اسپری ما قراره داشته باشیم، دوباره یه دونه رپ داره، یه دونه دوباره ایموت داره و 80000 تا ایکس پی داره که شما با خوردن کیک میتونید به دست بیارید. و اگر 4 تا از این چالش ها رو انجام بدید به شما یک بک بلینگ تولد داده میشه که به قول بچه ها از این بهتر نمیشه. ما داریم تولدمون رو بعد از مدت ها دریافت میکنیم و کی از جوایز رایگان بعدش میاد؟ به نظر من جایزه رایگان و اونم تولد خیلی برای بازیکن ها خوشحال کننده هستش و قرار یک ایموت مخصوص تولد هم داشته باشیم. این ایموت واقعا به نظر من قشنگه. بریم این ایموت رو با هم ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید زمانی که این ایموتو انجام میدید کیک فوت میشه و دیگه تولد فورتنایت. این جوایز بهتون بگم که ویژه هستش، یعنی دیگه در تولد 4 سالگی فورتنایت شما نمیتونید این جوایزو به دست بیارید و زمانی که اینا رو به دست آوردید برای همیشه اینو خواهید داشت. نظرتون در مورد تولد بازی فورتنایت چیه؟ آیا جوایز خوبی فورتنایت به داخل بازی اضافه کرده یا نه؟ خب حالا از این موضوع تولد فورتنایت هم بگذریم که خیلی منتظرش بودن و آخر دریافتش قرار بکنیم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به یک موضوع مهم دیگه در مورد یک شخصیت خیلی مشهور. من باش خاطره دارم به شخصی که بلید هستش، خوناشام کش. مثل اینکه دیگه 100% تایید شده که قراره در داخل بازی اونو ببینیم و حتی باندلش در داخل بازی به نمایش در اومد. همونطوری که روی صفحه حرف منو در توییتر میبینید نوشتم اومدن بلید یا همون تیغه تایید شده. طرف راسیه از کامیک هستش نه از بازی. میتونید عکسش رو ببینید، به احتمال زیاد قرار این شکلی باشه در داخل بازی. و فورتنایت یک اچیومنت هم براش اضافه کرده به نام دی واکر که بهتون گفتم دی واکر شخصیتایی هستن که یک طرفشون خوناشامه و یک طرفشون انسانه. به خاطر اینکه مادر بلید و یک خوناشام قبل اینکه به دنیا بیاد بلید گاز گرفته بوده، برای همین بلید یک طرفش خوناشام در اومده. برای بچه‌هایی که می‌پرسن چجوری یک طرفش خوناشامه، میتونید روی صفحه حرف دیگه ای از منو در توییتر ببینید که گفتم اسکین بلید قراره یک باندل هم داشته باشه به نام بلید باندل در داخل بازی که در این فصل هم قراره اضافه بشه. افن لیکس ان اینفو اومده اینو در داخل بازی با روش‌های خیلی جالب به نمایش درآورده که میتونید ببینید. حالت رزمیکاری بلید پیکاکس قراره داشته باشه که پیکاکس شمشیر هستش، همون چیزی که من میخواستم و فورتنایت به داخل بازی اضافه کرده که شمشیرش واقعا به نظر من برای پیکاکس بودن خیلی قشنگه و اسکینش رو میتونید روی صفحه ببینید. حالا حالت برفکی هستش، غیر از این در داخل بازی نمیشه به نمایش در آورد. و فکر کنم گلایدر مخصوص خودش هم داره که هم به صورت جدا فکر کنم به فروش برسه، هم به صورت باندل و به صورت وی باکس هم فکر کنم بشه خریدارش کرد. و خب حالا از این موضوع بلیدمون بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به بتل باسی که اینم من در موردش برای شما صحبت کرده بودم و در استارک اینداستریز یعنی شرکت تونی استارک به نمایش در اومده بتل باس که میتونید ببینید روی صفحه. این بتل باسی که بهتون نشون دادم و حالت آیرون منی داشت، مثل اینکه در داخل بازی با آپدیت جدید فایلاش اضافه شده، میتونید روی صفحه ببینید. اینو فورتوری تونسته در داخل بازی پیدا کنه، آیرون من داره روش کار میکنه و خیلی میخواد بتل باس رو مثل اینکه بهتر کنه و این بتل باس قدرت داشته باشه که بتونه در کمچالا سفر کنه و دیگه قدرت تحمل کردن یک ایونت رو داشته باشه. حالا فقط همینا نیست که من دارم به شما نشون میدم، سیزلیکس تونسته گیم پلیشو در داخل بازی به نمایش در بیاره و هایپکس تونسته صداهاشو در داخل بازی پیدا کنه که از این بهتر نمیشه. قبل اینکه بیاد ما قرار همه چی رو در داخل بازی از این بتل باس جدید ببینیم و بریم هم صداشو بشنویم هم گیم پلی این بتل باس جدید و با قدرت‌های جدید ببینیم و برگردیم. و اینم بهتون بگم که این بتل باس دارای چند تا استیج هستش، یعنی چند تا مرحله و قرار مرحله های خودشو بعد از اومدنش بره جلوتر و حالت های مختلفش دوباره تغییر کنه که میتونید روی صفحه حرف شینابیا رو ببینید. این مرحله اولش و آپگرید اولش هستش، آپگرید های بعدی هم داریم. بتل باس و قرار آیرون من خیلی بهترم بکنه. بهتون بگم که همین روزهای آینده ما قرار بتل باسمون رو ببینیم که حالت تولد فورتنایت پیدا کنه، یعنی یه جورایی یه دونه شم بالای خودش داشته باشه که در فایل های بازی که میتونید روی صفحه ببینید
به نمایش در اومده. قرار بتل باسمون به بتل باس تولد تبدیل بشه، قبل اینکه تبدیل بشه به حالت آیرون منی خودش، پس اینم در ذهن خودتون داشته باشید. خب بچه‌ها این بود از ویدیو آپدیتی امروز بازی فورتنایت. خیلی از خبرامون که من نتونستم در این ویدیو به خاطر طولانی شدن ویدیو برای شما توضیح بدم، به خاطر اینکه خیلی از چیزا رو در مورد هالووین داریم، در مورد چیزهای مختلف و آیتم‌های مختلف داریم. مرسی از همتون که این ویدیو رو تماشا کردید و با من همراه هستید و از من حمایت می‌کنید. و اگر هنوز جزو آیروگنگ نشدید منتظر چی هستید؟ و حتما اون سابسکرایب رو بزنید و در کانال مشترک بشید. همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.